پس از آشوب و بلوایی که باطنیان در ایران تحت قلمرو سامانیان ایجاد کرده بودند، امیر سامانی ابوالحسن نصر بن احمد فرزندش نوح را به جای خیش بر تخت نشاند. نوح بن نصر به عنوان پادشاهی از سلسله حکومت سامانیان در سال 331 هجری قمری زمام امور را در این حکومت ایرانی الاصل به دست گرفت. نوح بن نصر در روزگاری به قدرت رسید که باطنیان در پی شیعه گستری و ایجاد آشوب و فتنه بودند. نقش قابل ستایش نوح بن نصر در ایجاد صلح و جلوگیری از فتنه‌گری‌های باطنیان او را به امیر حمید شهره ساخت. امیر حمید بر پایه مبانی اعتقادی و عملی مردمان ایران در آن زمان که اهل سنت و جماعت بودند، ارکان حکومتش را بنا نهاد. پختگی دینی و ایمانی این شاه اهل سنت از یک سو و اصالت ایرانیش از سوی دیگر پیوندی عمیق میان عدالت و کاردانی در حکمرانیش ایجاد نمود. و از همین رو بود که شمس الائمه امام ابوالفضل سرخسی را بر وزارت حکومتش گماشت. در دوران وزارت این دانشمند جلیل القدر، دست ثروت‌اندوزان بیش از هر زمان دیگری از چپاول بیت المال و ثروت‌های عمومی ایران دوره سامانیان کوتاه شد. اصلاحات مالی در خزانه نوح بن نصر سامانی به سعایت مخالفان و شورش‌هایی چون مخالفت ابو علی احمد چغانی فرمانده لشکر انجامید و درایت امیر حمید فرمانده شورشیان را برانداشت تا نوح سامانی را به بخارا دعوت کند و از او معذرت خواهی نماید. این ترتیب با درایت و تدبیر امیر حمید قائله شورشیان پایان یافت و نوح بن نصر به عنوان پادشاه محبوب و مقبول مردم تا زمان وفاتش حکمرانی کرد. یکی از چالش‌ها و معضلاتی که حکومت سامانیان با آن مواجه گردید، برآمدن سلسله شیعی مذهب آل بویه بود که به دنبال نفوذ بیشتر در جامعه آن روز ایران بودند و بلواها و آشوبها برپا کردند. اقدامات و موفقیت‌های نوح بن نصر در رویارویی با آشوبگران مذهبی، به ویژه نزدیکی و همراهیش با علمای بزرگ و نامدار اهل سنت ایران زمین، برخی از غرض‌ورزان معاصر را برانداشته که بکوشند تا تاریخی مغشوش از آن دوران به تصویر بکشند. در صفحات تاریخ صفاتی چون نیک سیرت، دیندار و صاحب اخلاق پسندیده برای این پادشاه اهل سنت ایرانی الاصل به ثبت رسیده است. نوح بن نصر سامانی که از او در تاریخ با عنوان نوح اول یاد شده، در سال 343 هجری قمری چشم از جهان فرو بست.